سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. دور 11 مسابقات استیل هم تمام شد. کارسن مانیشگیری مساوی کرد، ونپارس از هاری کریشنا برد، آریان تاری اولین بردش رو در مقابل سیپنکو گرفت و علیرضا هم در مقابل کارونا توی بازی که خیلی بالا پایین داشت و آخرش هم برنده بود بازی رو مساوی کرد. بریم که بازی علیرضا رو با کارونا ببینیم. خب علیرضا سفید بود و کارونا سیاه. شروع بازی ایتالیایی بازی شده. اسب F3، اسب C6، B3-4، B3-5، C3، اسب F6، D3 هم از E4 دفاع میکنه، هم جلوی فیلش رو باز میکنه، D6 هم همینطور جلوی فیلش رو باز میکنه. همونطور که میدونید گسترش مهره ها خیلی مهمه توی شروع بازی. خب سفید گسترش خودش رو تکمیل میکنه، سیاه اینجا H6 کرده. چرا؟ نگران این هست که اگر اول قلعه بره سفید فیل G5 بکنه و این هاشمزی همیشه سیاه رو اذیت میکنه، پس جلوی اون رو گرفته. بعد میخواد خله بره. سفید رخ E1 کرده، هم از خونه E4 یه دفاع کرده که بعدم خواست D4 بکنه، هم این که خونه F1 رو برای این اسب، این مانورهای اسب توی شوروازی ایتالیایی یه مانوره هست که شناخته شده است. سیاه هم قلعه رفته، گسترشش داده. سفید به این طرح خودش ادامه میده. سیاه فیل B6 کرده، میخواد که بعدن که اسب F1 کرد دیگه D4 با یک تم مرکز رو باز نکنه سفید. علیرضا A4 کرده، هم خونه A2 برای فیلش خالی کرده، هم این که میخواد بعدن که فرصت شد B4 کنه. A5 جلوی B4 رو میگیره. علیرضا حرکت فیل B5 رو بازی کرده. فیل B5 قبلا بازی نشده و یه فایده ای که داشت این بود که حداقل از تدارک کاروانا خارج شده. در نوع خود شرکت جالبی هم هست. اینجا کارونا هم از B7 داشت، هم از G4، از G4 بازی کرده، روی خونه F2 پیاده F2 نشسته، سفید دفاع کرده. حالا اینجا به نظر میامد که کارونا اصلا از G4 کرده که بخواد F5 بازی بکنه، اما کارونا اینو بازی نکرد، نمیدونم چرا. از E7 کرد، اسب E7 هم این حرکت تیپیک هست توی شروع بازی ایتالیایی. بعدا میخواد مثلا C6 بکنه یا اینکه اسب G6 کنه و از F4 کنه و این خونه F4 یه خونه خیلی مهم هست توی شروع بازی ایتالیایی. اگر کسی موفق بشه اسبش توی خونه F4 بکاره و جوری باشه که سفید نتونه مثلا تعویضش بکنه، پس سیاه خوب میشه. سفید D4 کرده، هم خونه D3 رو برای فیل خالی کرده، هم این که جلوی فیل B6 سیاه رو بسته. کارونا حرکت اسب G6 رو کرده، حالا میخواد بیاد F4. علیرضا اسب F1 کرده، هم جلوی فیلش رو باز کرده، هم داره ادامه طرح خودش رو بازی میکنه. حالا اگه کسی اسب F4 بکنه دیگه سفید فیل در F4 میزنه و این اسب رو تعویض میکنه. کارونا اینجا D5 بازی کرده، حرکت جالبی هست. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا سفید خیلی انتخاب داره، هم میتونه در D5 بزنه، هم در E5 بکنه، حتی به ممکنه به نظر بیاد که H3 مثلا بتونه بکنه، ولی همه اینا حرکت های درستی نیستن و مثلا اگه اینجا سفید بخواد بی دقت بازی بکنه، در E5 بکنه، D4 وضعش بد میشه. D5 بازی کرده، کارونا هم D4 کرده، پیاده ها رو تعویض کردن. علیرضا اول اسب سیاه رو به عقب برگردونده و بعد میخواد D4 رو بگیره. حالا پیاده ای که داره پس میگیره، اونم همینطور. حالا علیرضا رخ E1 کرده، چون بعدش کارونا میخواد اسب F4 بکنه روی رخ میشینه، اول رخ رو برداشته که نیاد به تهدید وارد F4 نشه، ولی با این حال اون اومده اسب F4 کرده. من فکر میکنم که اینجا وضع سیاه بد نباشه، به خاطر اینکه هم این اسبش اومده وارد F4 شده، هم این که این تهدید این قربانی ها وجود داره و معمولا خیلی خطرناک هست این قربانی ها و باید همش سفید حواسش باشه. علیرضا حرکت فیلیستر رو کرده و گسترش خودش رو تکمیل کرده. کارونا اول C6 کرده، اینجوری هم این فیل B5 عقب نشونه، هم این که مثلا ممکنه بخواد فیل C7 بکنه و توی این قطر وزیرش رو بعدم بیاره و
سه شیش حرکت خوبیه. حالا اینجا علیرضا حرکت فیل سه چهار رو کرده که به نظر خیلی طبیعی هم میاد که حرکت درستی هم نیست و اینجا کارانا یک ترکیب خیلی جالب داشته ولی خب ندیده. در واقع کارانا مدت خیلی زیادی فکر کرده و تو مصاحبه که بعد از بازی انجام داده گفته که من حرکت رو دیدم و با همه وجودم میفهمیدم که باید اسب در جدو بزنم ولی بعد نتونسته ادامهش رو پیدا بکنه و ترسیده و بازی نکرده. در نهایت فیل سه هفت کرده. اگر که اسب در جدو میزد که حرکت خوب و با علامتی بود، شاه در جدو، بعد با وزیر هاش چهار میخواست پیاده هاش سه رو بگیره و حالا مثلا اگه که سفید شاهش رو برمیداشت که مثلا با کیش هاش سر نزنه سه پنج میکرد و اینکه حتی این سوارش رو میتونست پس بگیره و در سه چهار میزنه. ولی خب برزورا توی بازی عملی دیدن همین هم خیلی آسون نیست، هرچند که به چشم میاد به نظرم، ولی خب نمیدونم، شایدم سر بازی توی تحت فشار سخت دیدنش پیدا کردن حرکت های ادامش. فیل سه هفت کرده، علیرضا از شیه سه کرده، حالا دیگه این امکان ازش گرفته و کارانا اسب دی پنج کرده، برگشته حالا میخواد اسب فیل، میخواد فیل ایسه رو بگیره و حالا علیرضا برداشته فیلشو، همونطور که گفتم وزیر گذاشته دی شیش و حالا هر وقت که این اسبشو برداره جایی بجز اف یک بذاره این اسبو مات میشه. حالا نه اینکه مات بشه ولی به صورت حتی اگه ماتم نشه یه چیزی میده، یک پیاده یه چیزی میده. علیرضا فیل بی سه کرده، کارونا فیل دی هفت کرده، گسترش خودش رو تکمیل کرده، بعدش میخواد رو خواهی هش بکنه. علیرضا اسب اف سه کرده، رخ اف ای هشت، اتفاق خاصی توی بازی نیافتاده، وزیر سه دو ارتباط بین رخاش برقرار کرده. کارانا حالا با اون یکی اسبش اومده اف چهار، این دوتا اسب همونطور که میبینیم خیلی قوی هستن و اینکه حالا نمیدونم که این امکانه قربانی الان هست یا نه، بعدا ایجاد میشه یا نه، ولی دائم باید سفید حواسش باشه که مثلا اینجا قربانی نده یکی از سواراشو. رخ آده یک، رخش رو توی ستون گذاشته، حرکت طبیعی. کارانا مهره رو تعویض کرده. وزیر اف شیش، اسب دی چهار با هدف کنترل بیشتر خونه اف پنج و رخ دی هشت هم حرکت طبیعی و معمول هست. رخ ای چهار کرده علیرضا، وزیر جی شیش و حالا واقعا بازی متعادل هست و سفید خسته شده از این اسبا، چون واقعا اسبای خوبی هستن و تحرک از سفید گرفتن و کاری نمیتونه بکنه. پس علیرضا فیل در دی پنج کرده که از یکی از این اسبای سفید، اسبای سیاه خلاص بشه. اما حرکت فیل در اف چهار حرکت بهتری بود. چرا؟ چون حداقل میتونست یه رخی هفت بکنه و وارد عرض هفتم بشه، یک دوتا تهدید انجام بده. خب ولی خب فیل در دی پنج زده، منم تعویض کرده. حالا از اف پنج رو بازی کرده با تهدید رخ جی چهار. حالا همونطور که میبینین اگه که بخواد اینو بگیره سفید هم رخی هش میکنه و وزیر رو میده. کارانا وزیر رو برداشته، جلوی رخ جی چهار رو یعنی دفاع کرده، از این دفاع نکرده ولی برداشته که سفید بعد از اینکه رخ جی چهار کرد این زیر ضرب نباشه. با این حال علیرضا اومده اینجا کارانا حرکت جی شیش رو بازی کرده که حرکت اشتباهی هم هست. حرکت بهتر حرکت شاهش هشته. با شاهش هشت سیاه وضعیت برنده قرار میگیره. چرا؟ حالا سفید اصلا نمیتونه جی هفته بزنه چون سه پنج میکنه و این اسب میره. اگر هم بخواد با این اسب بزنه که این فیل رخو میگیره و اینجا سیاه یه مقدار برتری داره. اینکه الان هم سفید هم کار خاصی دیگه نمیتونه انجام بده، وضع سیاه خوب میشه. اما کارانا جی شیش کرده و شاه شش رو ندیده، برای همین یه دونه پیاده از دست داده.
روخ ای چهار، اسب اف چهار، اسب جی چهار، کارانو این تعویض رو انجام داده. حالا این ستون باز شده و خیلی جالبی که میبینید الان شاه جی هفت میکنه که این امکان رو به خودش میگه که بعدا شاید روخ هاشش بکنه و این تهدیدهای مثلا شاید یه حملهایی داشته باشه توی این ستون و یه فشاری بیاره در مقابل پیاده ای که داده. علیرضا حرکت فیلر اف 4 رو بازی کرده، مثلا از این اسب سفید اسب خوب اف 4 خسته شده و بالاخره تعویزش کرده و اینکه بعد حرکت اسب اف 5 رو بازی کرده. حالا بعد از این تعویز ها به نظر میاد که این تعویز خوب باشه و کمک بکنه به این که سفید برتری خودش رو به نتیجه برسونه، اما در واقع یه مقدار حتی سخت‌ترش کرده و اینکه این تعویض تعویض خوبی نبود، نباید این تعویض رو انجام میداد. حالا بعد از این کارونا حرکت دقیق وزیر هاش پنج رو پیدا میکنه. حالا خیلی جالبه که سفید با اینکه یه پیاده جلوی شاه بازه، شاه سیاه خیلی ضعیفه ولی نمیتونه راحت ببره. اگر که وزیرش رو برداره رخ ده یک مات میشه، اگه این رخ رو برداره جای اشتباه بذاره بازم رخ ده یک مات میشه. حالا مثلا اگه که کیش بده باز میره عقب و بخواد تو رخ هاشسه بکنه بازم رخ ده یک میکنه و کیش میده و اصلا راحت نیست بردن این بازی. هر روز حرکت سه چهار رو کرده، خونه سه سه رو برای وزیر خالی کرده. کارونا هم رخ ده چهار کرده، نذاشته که این قطر رو بگیره، حکمازش کرده، دفاع کرده، رخ ده سه، حالا میخواد تعویض بکنه، سه پنج دفاع کرده و علیرضا رخ جه سه کیش داده، شاه اف هشت و اینجا دیگه تقریبا سفید برتری نداره و برتریش رو از دست داده و به نتیجه رسوندن این پیاده جلو واقعا سخته، به خاطر اینکه این نقطه ضعفای خود سفید هم هستش، همین که هم بعد از عرض آخر دفاع بکنه همین ستون و دائم یک کیش داره سیاه. علیرضا پیاده آ5 رو گرفته ولی خب دیگه اینجا بازی به مساوی کشیده شده چون دیگه سفید نمیتونه در مقابل این کیشا دفاع بکنه، مجبوره که جی 3 بکنه و بعد کارونا خیلی دقیق بازی میکنه. وزیر F5 داره پیاده F2 رو میگیره. حالا اگه دقت بکنین سفید نمیتونه این پیاده رو دفاع بکنه، شاه G2 بکنه کیش میده، اصلا شاید مات بشه حتی اگر شاه G2 بکنه. وزیر G2، وزیر A8 تجباریه. حالا باز شاه جف خوب نیست چون وزیر H6 میکنه، کیش داده و سیاه حرکت درست رخ D7 رو بازی کرده. همونطور که دقت میکنین، اگه دقت کنین میبینید که اینجا هم داره وزیرش میره هم داره پیاده F2 میره و راه دیگه جز این نداره که با وزیر G2 از پیاده دفاع کنه که این کارو نکرده، وزیرهاش چک کرده. اگه که وزیر G2 بکنه رخ D2 میکنه، نمیدونم که بازنده میشه، بازنده که نمیشه چون کیش میده باز دوباره اینطوری مساوی میشه. وزیر هاشیک کرده، پیاده رو داده، وزیر F2 و خیلی جالبه که اینطوری کارونا بازی رو به مساوی میکشونه و از اون بازی بازنده مساوی اینطوری در بیاری خیلی جالب هست. بعد از این تعویض ها دیگه شانسی برای برد وجود نداره و آخر بازی رخ هم اینطوری بازی کردن، دفاع کرده از پیاده 3-4، رخ F4 با F5 جواب داده و اینجا دیگه سفید اصلا نمیتونه پیش روی بکنه، این رخش از پیاده 3-4 دفاع میکنه و دیگه خیلی ساده شده و برتری و این یه پیاده جلو براش کافی نیست برای بردن. خیلی کمی خسته کننده بود و ولی خب مرسی که تماشا کردین و شبتون بخیر.